مرگ احتمالی هوگو چاوز چه تغییری در مناسبات سیاسی ونزوئلا با کوبا به وجود می آورد؟ منش سیاسی دو کشور شباهتهای زیادی به یکدیگر دارند و هر دو متحدان نزدیک هم محسوب می شوند. حال مرگ چاوز نه تنها به عنوان متحد نزدیک کوبا بلکه به عنوان مغز متفکر سوسیالیسم در آمریکای لاتین چه تأثیری بر منطقه خواهد گذاشت؟ در این باره گفتگوی تلفنی داشتیم با بیاتریس لکومبری خبرنگار و نویسنده وی میگوید قراردادهای زیادی در مورد موضوعات مختلف میان دو کشور وجود دارد. البته ارقام این قراردادها خیلی شفاف نیست. به همین دلیل احتمالا روابط دو کشور باید مورد بررسی مجدد قرار بگیرد. اگر نیکولاس مادورو جایگزین چاوز شود احتمالا روابط دو جانبه به شیوه کنونی پایدار خواهد ماند. به همین دلیل فکر میکنم که اوضاع برای کوبا دشوار خواهد شد به ویژه اینکه روزانه 300 هزار بشک نفت ونزوئلا به کوبا ارسال شود فکر میکنم چاوز برای اتحاد چپهای آمریکای لاتین تلاش زیادی کرد حال چپهای آمریکای لاتین دانند که چطور روی پای خود بیستند و دیگر الزامن چاوز رهبر و الهام دهنده آنها نیست در یک زمان نقش چاپز به عنوان یک سازماندهنده بسیار حیاتی بود اما اکنون خوشبختانه منطقه از دوران طفولیت در و به بلوغ رسیده اینها همه به خاطر تلاش های طولانی مدت چاپز است